با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز برنامه گفتگو با مرسده قاعده هستیم و نگاهی میکنیم به دو واقعه، گورستان خاوران و ویرانی ها و تخریب های مداوم و اینک باز تشدید این سیاست تخریب. و در دومین موضوع که بسیار ارتباط داره به گورستان خاوران، تایید حکم محکومیت حبس ابد حمید نوری، عباسی معروف زندان گوهردشت که از قاتلان و عوامل اعدام و کشتارهای سال 1367 بود. درود بر تو مرسد جان. با درود به شما علی دماوندی عزیز و بینندگان تلویزیون برابری و بسیار ممنونم که در کنار شما هستم برای این گفتگوی مهم. باز هم خبرها حاکیست از ویران کردن و تخریب قبرها و گورهای درگذشتگان بهایی در گورستان خاوران. همچنان مسئولین حکومتی نشانه های قبرها رو بر می دارن و بلدوزر قبرها رو صاف کردن دیگه تا حالت گور و قبر نداشته باشه و کار به نحوی انجام شده که دیگه نشانه هایی به اصطلاح باقی نمانده باشه از جنایت و تبهکاری حکومتی که 45 سال در سرکوب سیستماتیک بهایان، کمونیست ها، مخالفین حکومت اسلامی دست بر نمی داره و مدام در حال سرکوبه. سرکوبی که مدام با آزار و اذیت و رفتارهای غیر انسانی و حملات بی سابقه ادامه داره. این در حالی که همچنان فریاد خاوران در حال شنیده شدنه. آخرین خبرها چه هست؟ همچون که خودتون اشاره کردین، اتفاقی که همیشه خاوران رو در حال خراب کردن بودند، ولی از 1400 به بعد یک تصمیم دیگری گرفتن. تصمیم گرفتن که به منطقه 67 که با این باید بینندگان ما جهت اطلاع، یعنی بینندگان ما، منطقه‌ای که جامعه بهایان دارن همچنان جا هست، مکان هست، همه امکانات وجود داره چون اونجا اون زمین خریده شده. ولی در واقع سیاست جدید رژیم این بود که خانواده های خاوران و جامعه بهایان در مقابل همدیگه قرار بده و اولین اتفاقی که افتاد در واقع 1401، ببینید اینها اومدن یک روزی که خانواده های ما رفتن دیدن که تعداد زیادی قبر تو منطقه 67 کنده شده که عکساش هم حتما بعدن شما نشون خواهید داد و اونجا مقاومت شد. 10 روز اولین سری که میخواستن جامعه بهایان، یعنی عزیزانشون که فوت کرده بودن، بیارن به این طرف بذارن که اینها واقعا همشون نمایندگانشون خانواده هاشون به درست گفتن ما نمیخوایم به خانواده های خاوران دهه 60 آسیبی برسونه، ما داریم مقاومت میکنیم ولی رژیم قبول نکرد. بالاخره در حدود آمار متفاوتی 30 تا 40 تا این بر گذاشتن تا اتفاق خاصی که میفته هفته 4 اسفند میشه، یعنی جمعه 4 اسفند که همینطور بینندگان میدونن خانواده های ما رو را ندادن به خاوران طبق روال همیشگی و این بار باز بهانه جدیدی رو مطرح کردن. بهانه جدیدشون این بود که باید کارت ملی ارائه بدیم. هر بار بینندگان است یک برنامه برای خانواده های دادخواه خاوران و جامعه بهایان تصمیم میگیرن و هر جمعه یک کاری رو انجام میدن. اگه حتما شما از طریق همین برنامه ها در جریان هستین، دیوارهای بتونی گذاشتن در خاوران، دکل های بزرگ
پنج شیش تا دکل گذاشتن که برای یک استودیوی 100,000 نفر است که لحظه به لحظه خاوران رو زیر کنترل و چک داشته باشن که ببینن در خاوران چی میزن. که و آخرین اخبار اینه که حتی اونهایی رو که گذاشته بودن این بر و برایشون سنگ گذاشته بودن بلدزر انداختن و همه رو صاف کردن و آسیب دیگری هم به جامعه بهائیان عزیز دادن و هم خواستن در واقع خاک اونجا رو دگرگون کنن، یعنی خاک 67 رو دگرگون کنن، که فکر میکنم با این بلدزر انداختن، با مخروب کردن، با خراب کردن میتونن این گورستان خاوران ما رو، بینام نشان ما رو میتونن حذف کنن، که امکان نداره همچین اتفاقی بیفته. که در همین رابطه جامعه بهائیان تا الان دو تا اطلاعیه دادن و آسیب‌های روحی که خانواده هاشون دیدن. شما ببینین علی عزیز، تمام سنگ ها رو برداشتن بردند، عکسی که هست فقط یه تیکه خاکه، درست مثل بقیه منطقه خاوران ما، هیچ نشانی از اینا نیست. حالا اینا چه اتفاق اونجا افتاده، فعلا باید منتظر باشیم ببینیم اخبار تازه دیگر. تا این خبر تا دیروز بوده که جامعه بهائیان اعلام کردن که عکس فرستادن که این اتفاق برای خاوران گورستان خاوران افتاده. توی این گزارشی که در واقع منعکس شده به شکل بسیار واقعا دردناکیه، میگه که تصور کنید کسی که کسی عزیزش رو از دست داده و باید به خاک سپاری و سوگواری برسه، حالا با تهدید و گرفتاری هم درگیر بشه و میگه که اصلا به گونه ایه که اینا پول کلانی هم حتی برای دفن خانواده ها پرداختن و خانواده ها اومدن سنگ قبر گذاشتن، سنگ قبرهای متفاوتی به عنوان نشانه ها گذاشتن و یک باره اومدن دیدن که همه چیز تخریب شده به گونه ای که یعنی نه فقط گورستان خاوران، جایی که بسیاری از جان باختگان دهه خونین 60 در اونجا دفن شدن، بلکه حتی خانواده های بهایی ها به گونه ای که سخنگوی همین جامعه بهایی میگه که خانواده ها سنگ و نشانه های کوچکی برای محل دفن گذاشته بودند، اما وقتی دوباره رفتن دیدن که همه چیز با خاک یکسان شده، حتی اونایی که از قبل سنگ قبر داشتن رو برداشتن و لابد اگه سنگ قبر با ارزش هم باشه فروختن. و میگه که هیچ معلوم نیست جوری این رو با خاک یکسان کردن که انگار کسی اونجا دفن نشده. یعنی شما دقیقا همون شرایطی که برای جان باختگان دهه خونین 60 هست، همه عزیزان ما که در خاوران خوابیدن دفن شدن، یک باره خانواده های بهایی هم دقیقا همین رو میبینن، تخریب قبور و آرامستان هایی که با هدف محو هویت این هاست و از بین بردن تاریخ، تاریخ محل گروه های دست جمعی. و این به گونه ای که میگه اصلا معلوم نیست که چه کسانی واقعا اومدن، چون هیچ کس حق ورود به اونجا نداره و یه دفعه شما با بولدزر و لودر میان همه رو پاکسازی میکنین و میرین. یعنی مدام نشون میده که در حال پاک کردن این قضیه هن. این چگونه با توجه به تجربه ای که ما از مادران و عزیزانمون داریم و در دهه خونین، خانواده های بهایان چگونه میتونن یعنی در واقع در پیوند با خانواده های قربانیان و جان باختگان دهه خونین 60 این مکان رو نگه دارن؟ چون در خاطری جمعی مردم خاوران دیگه ثبت شده. ما اگر قبلا میگفتن شایع است، دارن غلو میکنن، بزرگ میکنن، معلوم نیست اینجوری اتفاق افتاده باشه، مگه میشه مثلا خمینی و دستگاه مذهبی از این فتواها بدن؟ بعد یه طبیه وقتی شاهدان و همه یه چیزا اومدن بیرون، زندانیان آزاد شدن، خانواده ها مقاومت درخشانی رو در خاوران سازمان دادن و
مراسم ها، سالگرد ها، سالگرد های خونی و بیش از اون ایران تریبونال که یک بار همه خانواده ها رو جمع کرد، همه بسیاری از شاهدان رو جمع کرد که از طیف های مختلف اومدن، از نه فقط از خاوران تهران، بلکه از خاوران های دیگری، بیش از 70 خاوران در سراسر ایران، یا لعنت آباد ها و کفر آباد ها، بچه هاشون خاک شده بودن، حتی در باغچه های خانه ها خاک شده بودن رو اونجا در واقع همه در دادگاه مردمی ایران تریبونال گفتن، به عنوان شاهدان یک مجموعه اومد این حرفا رو زد. و بعد توی دادگاه رسمی تری که دادگاه نوری بود اومد این قضیه شکافته شد. چگونه خانواده های بهایی میتونن از این تجربه استفاده کنن و در پیوند با هم، در پیوند علی این محو شدگی، نابود کردن، ویران کردن میتونن بیستن؟ ببینید نکته که شما گفتین، اینا از دهه 60 در کنار هم هستن. ببینید همین کارو با منطقه اون باغ هندیا که 10 تا 11 تا عزیزای ما اونجا هستن که چند سال قبل در اونو بستن که اون 11 تا اسم دارن، یعنی حتی خانواده ها میرفتن گل میذاشتن و اون زمانی که مامان من بود در قدرت به من گفت نمیذارن دیگه، درو بستن. همین مسئله در جامعه، یعنی چیز بهاییان بود، اینها در کنار ما بودن. الان یه واقعیتی، 2 تا منطقه رو یهو میخوان این کل این منطقه رو، یعنی جالب اینه که اینها پول زیادی ازشون میخواستن، نزدیک 30 تا 40 میلیون، و واقعیتش در شرایط ایران بسیار سخته. بعد با این حالتی شما ببین، خب اگه پول نمیدی پرتشون میکنی میدازمشون اون بر، یعنی که تو، یعنی در ما تحقیر به جامعه باهایی و ما و من نمایندگان جامعه باهایی به درست گفتم، گفتم در تمام این مصاحبه اخیرشون گفتم ما نمیخوایم خانواده های داعش از آسیب ببینن، آزار ببینن. و این نقطه ای که رژیم از این ناراحته، رژیم ابزاری که همیشه داشت، همیشه این جنبش ها رو به جون هم دیگه میزه، مردم ایران در مقابل هم قرار میده. البته این سیاست شکست خورده. و تجربهش این بود که ببین آیا میتونه این کار بکنه. ایستادگی اول خانواده های جامعه بهایان بسیار مهم بود، 10 روز ایستادگی کردن، ولی بالاخره عزیزشون جون مونده بود. و یه اتفاق دیگه افتاد، به عقاید و مراسم مذهبی اونها دفن نکردن و این هم اینا رو آزار داده. یعنی اونها چیزای خودشونو دارن، چارچوبای مراسم های خودشونو دارن، خب رژیم هم که حکومت اسلامی چارچوبای خودش داره. این کنار هم بودن خانواده ها به نظر من باید بیشتر از این اتفاق بیفته، با هم باید جمع بشن. و شما میدونید که جالبه، وقتی میخواستن به خاوران خانواده ما برن ساعت میذاشتن، اول خانواده های ما میرفتن میگفتن ساعت رو نگاه میکردن، جامعه باهایی رو اجازه نمیدادن وارد خاوران بشن. به خانواده ما میگفتن نیم ساعت بیشتر حق نداریم پیش عزیزاتون باشی، اونا که نمیگن. و یه نکته با بیشترینی تمام میگن که شما فکر میکنه اونجا کسیه؟ ببینید چقدر این رژیم جنایت کاره، خیالتون راحت کنیم هیچ که اینجا نیست، اینو میگن. بعد از نیم ساعت، یعنی انقدر از این اتحاد میترسن، وقتی که خانواده خاوران از خاوران آوردنشون بیرون، در رو باز میکنن برای جامعه باهایی، میگن حالا شما بیاید. و یکی از اتفاقات مهم اینه که خانواده جامعه باهایان الان اینا هر کاری کردن در کنار دهی 60 هستن، در کنار ما ایستادن، میگن ما حاضر نیستیم خانواده آسیب برسونیم. و اینه که رژیم داره دست به این تحرکات وحشتناک میزنه و در واقع میخواد، من فکر میکنم میخواد همه چیز رو از بین ببره. باید، یعنی این که اول دید آورد این بر دید نتیجه نداد، خانواده های بالاخره همطور مثل گذشته دوستانه در کنار هم بودن، چون میدونستن نه خانواده ما مقصر، نه جامعه باهایی، یه دولت جنایتی که اونجا سر کار اون تصمیم گرفته دیگه. بالاخره باز این کارم کرد، واقعا برای خانواده های ما، ببینید منطقه 67ه، 67ه، یعنی تمام خاک شده یکسان. یعنی یکی از تصمیمایی که رژیم داره فکر میکنه که خاک رو جا به جا کنه،
شنیده، چون تاریخ نشون داد که خاک میتونه تو وقتی که زیر آزمایشگاه قرار میگیره میتونه. رژیم از وقتی که این تاریخ رو البته میدونسته، ولی فکر میکنه که میتونه این خاک رو، میدونی منطقه الان با همین کار منطقه 67 ما خاکش چقدر جابجا شده، به خصوص این دفعه که الان همونطور که شما حتما نشاخه اصلا با خاک شده یکسان. حتی اینا این عزیزان الان نمیدونه عزیزاشون کجا هستن. همون اتفاق خاوران ماست، همون اتفاق خاور که ما شاید تعدادی از دهه 60 نام و نشان داریم، بقیه که نام و نشان ندارن، بقیه که بقول به همونطور که شما توضیح دادید. یکی از اتفاقاتی که میدونیم چرا رژیم اینقدر داره در واقع وحشیانه به گورستان خاوران برخورد میکنه، ببینید خاوران های شهرهای دیگر از بین برده، تبریز، کرمانشاه، گیلان که رشت بود چیزش و شهرهای دیگه و خونا، یک مکانی که داره نمایندگی میکنه کل کشتار دهه 60 به نظر من گورستان خاوران. روزی که رژیم سرنگون میشه ما اونجا میگیم این یکی از نمونه های ده ها خاوران های ایرانه. برای همین رژیم تصمیمش گرفت، ولی نمیدونی که ما نخواهیم گذاشت. رژیم فکر میکنه میتونه خاوران از بین ببره و یکی از صحبت های رژیم اینه که چرا مرتب شما فشاری که به خانواده آورده شما حق عکس گرفتن ندارین از خاوران. ببینید وحشت از خاوران رو میبینید چقدر رژیم داره از این مکان میترسه. البته حق داره بترسه، واقعا باید بترسه، چون اون بچه هایی که اونجا آره میدن بچه های ایسته هستن که اون دهی در مقابلش ایستادن، در مقابل لاجوردی جلاد ایستادن، در مقابل شاهرودی جلاد و همه فلاحین ها ایستادن. وحشت داره از اونها و برای همین از خاورم میترسه، چون الان دیگه نسل همه چند نسل بعدی میدونن که خاوران ما نشانه مقاومته، در واقع نشان اینه که ما اون انقلابی که سرکوب کردن، ما در مقابل انقلاب حکومت اسلامی سر تعظیم فرود نیاوردیم. نمونهش هم خاوران است. به این دلیله شما به یه چیز مهمی اشاره کردید. خود قبلش هم ما گفتیم که این گورها، حداقل گورهایی که بسیاری از جان باختگان دهی خونین هستن، توی سراسر کشور پراکنده و بسیار پنهانند، چرا که خودشون این آدم کشان میدونن از ابعاد عظیم جنایتی که مرتکب شدن و احتمالا عکس العمل مردم در حراسن. حداقل گورستان های شناخت شده و کشف شده که توی خانواده های جان باختگان زندانیان سیاسی کشف شده فقط تهران بزرگ به قول شما نیست، مشهد، اهواز، تبریز، شیراز، اصفهان، گناوز، کرمانشاه، رشت، انزلی، فومن، لایجان، سیاهکل، لنگرود، رودسر، زاهدان، گرگان، چالوس، آمل و همدان، ایلام، ارومیه، گشتاران، عراق، توی شهرهای مختلف. مثلا توی مشهد لعنت آبادی که بعد از هاشم آباده، تو تهران بزرگ لعنت آبادشون توی جاده خاوران و جنب گورستان بهایی هست، تو اهواز توی جاده کوت عبدالله است، پشت یه روستا، یا مثلا تبریز پشت جاده قدیم تبریز بوده، بعد یا مثلا توی شیراز توی میدان تیر چوکی های شیراز و جاهای مختلفی که پشت پادگان امام حسین اونجا گذاشتن، یا در اصفهان توی قبرستان های متعدد و باغ های دهکده به نام قدیرجان و شهر گناوه نزدیک امامزاده است، کرمانشاه توی باغ فردوس یا نزدیک قبرستان کودکان، یا مثلا اهواز، یا مثلا ایلام تو امامزاده صالحه، توی ارومیه روبروی صدا و سیماست، بلوار رادیو تلویزیون، و همین جوری این چیزا هست و خانواده هایی که مدام آزار دیدن. وقتی من سرنوشت مادران خودمون رو نگاه میکنم، پدران مادرانی که در اون خاوران ها تو دهه 60 بودن، خانواده رضایی جهرومی میبینم که مثلا چگونه در بین در واقع بهش زهرا و خاوران از دست رفت، یک بار میفتم یاد همین محاکمه مثلا
شادی شهیدزاده و منصور امینی، ولی الله قدیمیان، عطا الله ظفر، که چهار تا بهایی هن که خانواده هاشون رو از دست دادن، بهایی بودن، اینا رو آوردن دادگاه به خاطر اینکه موافق این نبودن که با اون مسئول بهش زهرا که مسئول آرامستان بهایان تهران معرفی شده، که طرف هم میگن مثلا اطلاعاتیه، حاضر بشن 30 میلیون تومن هم پول بدن، و اونا گفتن اگر پول ندید پیکر عزیزاتون رو توی گورستان دست جمعی گورستان دفن میکنید. و بعد میان در واقع میگه قبر رو قبر گذاشتن و یک باره میبینی پاک شده، در حالی که هیچ کدام از این مثلا کسایی که هستن اینا رفتن تو زندان و چه فشارهایی رو به خانواده های بهایی آوردن، دقیقا همون سیاستی که در قبال خانواده های ما تو دهه 60 آوردن. یعنی میبینیم چقدر سرنوشت مشترکیه و چقدر تلاش هست برای پاک کردن صورت ماجرا، پاک کردن یه تاریخ خونباری که توسط آدم کشان انجام شده. توی این دوره ما شاهد نه فقط دادگاه ایران تریبونال بودیم که خیلی از رهبران حکومتی رو پروندهشون آورد جلو، پرونده آدمی مثل از رفسنجانی گرفته تا به اصطلاح خامنه ای تا خود خمینی، همه آوردن و به قولی حالا چیز از بین بردن گورستان ها و همین چیزا میگیم. جالب میگه در همین فرهنگ سرای به اصطلاح خاوران که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، در محل قبرستان بهایی ها و کنار قبرستان یهودی ها و گورستان متروک مسگرآباد در سال 72 رفسنجانی اینا چه سازمان دادن برای اینکه دقیقا مانع از این بشن که هویتی از بهایی ها بمونه. توی این در واقع پوشاندن حقیقت، تلاش های خانواده ها و فعالان و رها شدگان از زندان های حکومت اسلامی باعث ایجاد دادگاه مردمی ایران تریبونال شد که بیش از 100 نفر اومدن در واقع شهادت دادن و یک چندین کتاب و ساعتها، ده ها و صدها ساعت شاهدین اومدن شهادت هاشون رو اعلام کردن. و بعد دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جانیان در واقع دهی خونی نشست، خودشو چه اومد نشون داد. این دیوان عالی شنیدم که دیروز درخواست فرجام حمید نوری رو رد کرد و گفت که مجازات حبس ابد نوری قطعی است. کسی حمید نوری هم دادیار سابق زندان گوهردشته که در جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت دست داشته و این یه دستاورده، نه فقط محکومیتش بلکه اون شهادت هایی که انجام شد. اینه چگونه میبینید؟ چه ارزیابی از این قضیه دارید؟ من قبل از که به این سوالتون جواب بدم یه نکته رو بگم. اتفاقی که افتاده تو 1401 ما شامل خاوران ها داریم میشیم، یادمون باشه. یا دای شریفه هنوز مکان بچهش و امین حسین رو یعنی نمیدونه. این اتفاق برای همین ما همیشه میگیم خاوران بس شده به 1401. ببینین بغل قبر جینای عزیز ما رفتن قبرهای زیادی کردن که رفت آمد رو سخت کنن، یا تو کردستان خیلی اتفاقات افتاده. و همین دلیل اینو این بینندگان باید بدونن، خاوران ما در حمایت از خاوران ما رفت پیدا میکنه تا به امروز. این کل این خانواده ها باید صدای خانواده های خاوران باشن به نظر من، چون اتفاق داره تو 1401 میافته. اما این خبری که دیروز مده، من لازم میدونم از همین تریبون استفاده کنم به تمامی جنبش دادخواهی ایران و به خانواده بزرگ خاوران تبریک بگم و بگم که به اونها تبریک بگم که مقاومت کردن، جنگ زده. یعنی شجاعانه ایستادن که رژیم از روز اول میگفت خاورانی نیست. ما تو همین دادگاه ثابت کردیم، بچه‌هایی که شاهدان و شاکیانی که اومدن ثابت کردن. و دیروز خبر مهمی از این زاویه باید بررسی کنیم. ببینید این دادگاه عالی استکهلم این دوباره در تقاضای فرجام کرد رد کرد و حکم ابد نوری رو تایید کرد.
ببینید این یه قدم مهمه برای جنبش دادخواهی، یه اتفاق مهمه که آغاز کار ما رو نشون میده و نشون میده دادخواهی ایران چه تلاشی کرد. این ببینید فردا هر اتفاقی بیفته، حتما دولت معامله بکنه، هر بحث سر اون نیست، از نظر جنبش دادخواهی یک حکم یکی از این دستاندرکاران جنایت، این دادیار سابق زندان گوهردشت هم به قتل عمد دولتی و هم جنایت جنگی محکوم شده، این حکم ثبت شده در تاریخ. اتفاق بعدی شما اصلا نمید هر اتفاق، ولی این یک دولت، ببینید با تمام ایرادهایی که به این دولت‌های سرمایه وجود داره، به دولت سوئد بود، همه اینها، ولی قوه قضایی در این مورد استقلالش رو نشون داد. دولت سوئد اصلا نمی‌خواستن چه اتفاقی بیفته، ولی استقلالش رو نشون داد و ثبت شد، دیگه اتفاقی نخواهد افتاد. حکم ابد نوری که ما از روز اول هم گفتیم، فقط حمید نوری نیست، کل حکومت جنایت اسلامی، کل این حکومت، اسم همین کسی که رئیسیه که الان به اصطلاح نماینده میگه مردم، رئیس جمهور مردم، در این دادگاه چندین بار ازش اسم برده شد و این یک دولت اروپایی رو در واقع این حکم داد. ما دادگاه ایران تربوران از در واقع درخواست کرد، وکلا نامه دادن به سفارت جمهوری اسلامی، گفتن بیاین در این دادگاه از خودتون دفاع کنین، که حتی جواب نامه وکلای ما رو ندادن. بنابراین اون یکم تفاوت داره اون حکمش، ولی اون اسنادی ساخت، همونطور که شما گفتین به درست، تمام اون اسناد در این دادگاه استفاده شد و همچنان این اسنادی که در این دادگاه درست شد، یعنی شاهدان شاهیان ما اومدن با جسارت با شهامت از اون تاریخ گفتن، این هم برای دادگاه‌های بعدی بسیار مهم و تعیین کننده است و به نظر من به طور واقعی روز سه‌شنبه رو در واقع چهارشنبه روز مهمی برای جنبش دادخواهی و ثبت شد در تاریخ، که این پرونده بسته شد و دیگه هم باز نمیشه و این یک قدم بسیار مهمه و در ضمنم به ما نشون میده که جنبش دادخواهی ما با تلاشی که از همون ابتدا کرد و روزانه داره میکنه، این امید رو به ما میده که ما بتونیم جنایتکارهای سابق سلطنت و این جنایتکاران رو اگر در هر فرصتی باشه بتونیم با دادگاه ببریم. پس به ما قدرت داد و امید داد که ما جنبش دادخواهی ایران میتونه این کارو بکنه، توانشو داره، امکانشو داره، ولی باید هر روز بجنگیم و هر روز تلاش کنیم. شما به درستی گفتید که این آمران و عاملان جنایت دیگه در امان نیستن. این اصلی ترین قضیه است، یعنی ما باید بریم وارد این میشیم که این جانیان نباید در واقع در امان بمانند و آغاز دقیقا این یک آغازیه برای اینکه دیگران رو هم به پای میز محاکمه بکشن. فقط یه نکته ببخشید انجمن جان، اینم در تاریخ بی‌نظیر، ببینید آیشمن این اتفاق افتاد، حتی آیشمن هم سقوط کرده بود، ولی اولین بار در جنبش دادخواهی یک دولتی، ما چون امکانی نداشتیم در داخل ایران و تا زمانی که اینا هستن امکان نداریم، همونطور که به درست مادر ستار بهشتی اون زمان خواستن یه دادگاه فرمالیتی براش بذارن، گفت من در این دادگاه شرکت نمی کنم چون این دادگاه عادلانه نیست. به همین دلیل چون ما دادخواهی هیچ وقت این فرصت رو نداشتیم، این اتفاق هم مهمه تو جنبش دادخواهی دنیا. به نظر من حکومتی در قدرت هست که به ما این امکان، ما اومدیم در یک کشور دیگه اینو داریم دادگاهی میکنیم، بسیار این مهمه. نه غیر از اینم یک چیز مهمی که باید در نظر گرفت با توجه به موقعیتی که جنبش دادخواهی الان داره، یعنی پیوند خانواده های قربانیان و جانباختگان دهی خونین شصت که از همه طیف های فکری بودن، از بهایی تا کمونیست تا در واقع خطوط مختلف چپ، مجاهدین، مخالفین دیگر حکومت اسلامی و حتی
در واقع بازماندگان رژیم سابق، همه و همه قربانیان یک دستگاه خونین آدمکشی بودن که برای تحکیم خودش جز به جنایت در واقع تکیه نکرد و این سرکوب جنایتکارانه سابقه طولانی تاریخی خصوصا علیه کمونیست ها و بهاییان داشته. بهاییان مدام در معرض آتش گرفتن و نابود شدن و ویران شدن بودن و کمونیست ها هم دقیقا از همون جوری که ارانی و عشقی و فرخی یزدی و روزبه ها رو کشتن و فعالان اجتماعی رو که در واقع علیه سنت های بازمانده از عصر گورستان برخواسته بودن رو مدام آزار دادن، دقیقا بهایی ها همینطور. با تحکیم حکومت اسلامی ما میبینیم که در یک چارده و نیم الان این جنبش دادخواهی دیگه خودش معطوف به یک زمان نمیکنه، از گذشته میاد، از گذشته تاریخی که زندانهای حکومت شاهنشاهی سامان داد تا در واقع دهه خونین 60 تا کشتارهای دهه کردستان، کشتارهای بلوچستان، کشتار خلق عرب و بعد میبینیم که کشتار 78. در این فاصله فرزاد کماندگرها و شاروخ زمانی ها و محمدی ها رو توی زندان کشتن یا صابر رو کشتن توی زندان تا در واقع 78 88 96 98 هواپیمای اوکراینی و 1400 و 1401. یعنی موقعیتی که این جنبش دادخواهی بتونه به هم پیوند بخوره، صدای مشترکی پیدا کنه که ببینه که این داس مرگ همه رو خواهد زد، میخواد زندگی رو برچینه، میخواد تاریکی و گریه و زاری و حکومت روحانیت رو سامان بده توی کشور ما. باید علیهش جنگید، باید دادخواهی رو به صحنه بین‌المللی آورد، نذاشت باز تولید بشه نوعی از حکومت اسلامی در هیچ جای جهان به واسطه تجربه خونینی که ما داشتیم، و در این حال کمک کنیم به این جنبش که بتونه پایان بده به سرنوشت این حکومت اسلامی، پایان بده به این دوره جهنمی که توی کشور ما چه سامان پیدا کرده. به این راز به نظرم اهمیتی که شما برشمردین بسیار بسیار مهمه. نکته آخر که در ادامه صحبت خود شما، جنبش دادخواهی باید در تمام این 14 سرکوب در کنار هم بیست. تنها راه که جنبش دادخواهی داره با هم بودن، در کنار هم بودن و عدالت خواهیشه. این جنبش ما یک جنبش سرنگون طلبه، من همینجا گفتم، و یک جنبش عدالت خواهی. ما عدالت میخوایم. پرچمدارش مادران خاوران بودن و پرچمدارش همین الان دایی شریفی عزیز ماست. در تناب دار میسوزنه، نهال میکاره و مادران 1401 خیلی روزها به یاد فرزندانشون رفتن، درخت کاشتن، نهال کاشتن. این یعنی زندگی، این یعنی انسانیت. پس از همین امکانی که ما داریم میتونیم با بینندگان عزیز کنیم، با دادخواهان حرف بزنیم، همه کسانی که از حکومت سر بخوردن، عزیزاشون رو به هر شکلی، قطرهای نویسندگان ما، قطرهای زنجیر، همه اینها ما باید در کنار هم بایستیم برای برگزاری دادگاه های مردمی و اجرای عدالت. دقیقا حقیقت و عدالت پرچمیه که با همین شعار نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم پیوند میخوره و این راهیه که برای تنها راهیست که میتونه سیکل خشونت در کشور ما رو بشکنه. درود بر تو درستده عزیزم و ما عزیزانی که این برنامه رو تماشا کردید، براتون سلام تشکر از شما. پیروزی آرزو. مرسی عزیزم.